با درود به تمامی شما عزیزان در این جلسه به یکی دیگر از فضیلت های فکری می پردازیم. همانطور که مستحضرید فراگیری مهارت تفکر رو در سه بخش تعریف کردیم و یکی از آن سه بخش ایجاد فضیلت های فکری بود که جنبه اخلاقی یا بخش اخلاقی مهارت تفکر رو در بر میگیره در ویدیوهای قبلی به چند مورد اشاره کردیم از جمله تواضع فکری کنجکاوی فکری و همچنین مسئله اعتماد به عقل و عقل ورزی که جزو ویژگی هایی هست که یک انسان متفکر باید اونها رو داشته باشه تا بتواند منصفانه و منطقی فکر بکنه در این جلسه می درباره شهامت فکری یا intellectual courage صحبت بکنیم این برنامه رو با طرح چند سوال شروع میکنیم اگر از شما سوال کنم که چقدر در شما میل به همرنگ شدن با دیگران وجود داره چقدر وقتی که خودتون رو با دیگران همانند میکنید هم نوا میکنید راحت زندگی میکنید یا به عبارتی دیگر سوال رو میشه به این شکل مطرح کرد که آیا تا به حال برای شما پیش اومده که به خاطر داشتن یک نظری یک عقیده ای باوری به وسیله خانواده دوستان یا حتی حکومت تحت فشار قرار بگیرید چون این هم یک جنبه بسیار مهمی از مسئله هست که انسان در مقابل اون فشاری که اطرافیان یا احیانا حکومت میاره چقدر تاب و مقاومت داره و یا اینکه چرا تفکر و اندیشه ورزی نیاز به این داره که انسان دل و جرأت داشته باشه وقتی که صحبت از فضیلت های فکری میکنیم و یکیشون رو شهامت فکری نام میبریم این مسئله مطرح میشه که چرا اساساً انسانی که میخواد فکر بکنه و اهل فکر و اندیشه باشه لازمش اینه که یه مقدار شهامت و جسارت داشته باشه سعی میکنیم به این پرسش ها جواب بدیم و این فضیلت بسیار مهم رو در این جلسه مورد توجه قرار بدیم طب. انسان به طور طبیعی تمایل داره باورها، سنتها و به طور کلی فرهنگ خودش رو ارجه بدونه و زندگی اجتماعی در طول قرنها به ما آموخته که یک میل به همرنگ شدن با دیگر اعضای جامعه خودمون پیدا بکنیم در انسان به طور طبیعی ابتدا تعلق داشتن به یک جامعه اتفاق میفته یعنی انسان هویتش رو در یک جامعه میبینه در این احساس تعلق به یک جامعه و فرهنگی رو در او ایجاد میشه یعنی همان حس بیلانگینگنس و بعد از اون قبول باورها و ارزشهای اون جامعه شکل میگیره آن هم به شکل تعبدی و نه تعقلی که باید تمایز این دوتا رو هم مد نظر قرار بدیم که آیا ما با استدلال با دلیل و منطق قانع شدیم که فرهنگ ما مذهب ما ملیت ما خانواده ما از دیگران بهتره یا نه پس در انسان حس تعلق گروهی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره برای همین ترد شدن از گروه معمولا برای هر کسی دردناکه و انسان گاهی چرندترین عقاید و باورها رو میپذیره تا در آن گروه و جامعه باقی بمونه موضوع تعلق گروهی اونقدر مهمه که شما میبینید ادیان بر روی انجام مناسک چقدر تاکید میکنه این که شما میبینید در ادیان خیلی روی برگزاری مناسک که کارهای جمعی هستند تاکید میشه به خاطر اینه که این حس گروهی این تعلق گروهی رو در افراد چکار میکنه؟ تقویت میکنه انسان به طور طبیعی توان ذهنی و فکری خودش رو در جهت توجیه باورها و تصمیمهای خود و گروه خودش به کار میبره شما به هر گوشه ای از این جهان سفر بکنید با مردمی مواجه میشین که فرهنگ خودشون رو بهتر میدونند مذهب خودشون رو بهتر میدونند دیگران رو احیانا فریب خورده یا گمراه تلقی میکنند و این به خاطر این مسئله هست که در انسان این ویژگی ها به طور کلی وجود داره افراد معمولا حالا در سطح فردی تصمیم های خود راه حل های خود رو بهترین میدونن و در یک زندگی اجتماعی وقتی که مقایسه بین جوامع مختلف باشه هر کسی باورها، سنتها و فرهنگ جامعه خودش رو در میدونه افراد معمولا به اشتباه باورهای خود، تصمیمهای خود و راه که خودشون ارائه میکنند رو به هویت فردی و گروهی خودشون گره میزنند. خب این باورها، این تصمیمها رو به هویت گره زدن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان هیچ وقت حاضر نمیشه که بگه این تصمیم من اشتباه بوده. چون تصمیم من بخشی از منه و من نباید خودم رو زیر سوال ببرم پس راه حلی که من ارائه کردم هیچ اشکالی نداشت اگر اشکالی پیش اومده مربوط به متغیرهای دیگری هست راه حل من خوب بود این گره زدن تصمیم ها راه حل ها به هویت خود باعث میشه که انسان براش سخت میشه که قبول بکنه که تصمیمش اشتباه بوده راه حلش خیلی راه حل مناسبی نبوده چون اگه ما تصمیم هامون رو به هویت فردیمون گره بزنیم اون موقع یک ذهنیت سرباز یا همون سولجر مایندست رو پیدا میکنیم و با تمام وجود در صدد دفاع کورکورانه از باورها و تصمیم خودمون برمیایم و در سطح با بزرگتر و وسیعتری همچنین این کار رو با دفاع از فرهنگ و آداب رسوم خودمون هم انجام میدیم یکی از ویژگی های اخلاقی که باید در انسان ایجاد بشه تا فکر و اندیشه خودش رو منصفانه و منطقی به کار بگیره شهامت فکری. اولین نشانه داشتن این خصلت فکری اینه که انسان هیچ ترس و واهمه ای از این نداشته باشه که عقاید و باورهای مردم پسند جامعه خودش رو مورد پرسشگری و سنجشگری قرار بده انسان متفکر با شهامت و شجاعت باورها و عقاید رایج جامعه خودش رو در بوته نقد میگذاره به پرسش گرفتن باورهای رایج در یک جامعه معمولا کار آسانی نیست کار بی درد سریح نیست و با واکنش دیگران مواجه میشه دیگرانی که همواره ما رو به سمت همرنگی و همنوایی با خودشون فرا میخونن آزاداندیشی و به پرسش گرفتن باورهای رایج و پرطرفدار در جامعه شهامت و دلیری میخواد و اکثر افراد چون این شهامتی رو ندارند، انسان برس کردم به طور طبیعی مایل تا خودش رو با مردم جامعه خودش هماهنگ بکنه با اونها در همنوایی به سر ببره میل به همرنگ شدن با جماعت از عادتهای فکری دیرینه بشره همواره شنیدی میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو یکی از بدترین دستوراتی که یا سفارش هایی که میشه کرد شاید همین باشه انسان در طول تاریخ از ترس اینکه از قبیله و گروهی که بهش تعلق داشته ترد نشه همواره سعی کرده در همدلی و همنوایی با دیگران زندگی بکنه همنوایی رو همواره انسان سرلوحه کار خودش قرار داده تا از گروهی که در به آن تعلق داره ترد نشه امروزه با انجام آزمایش هایی نشون دادن که تا چه اندازه میل به همرنگ شدن با دیگران در انسان قویه یکی از این آزمایش ها رو سالومن اش انجام داد در این آزمایش شش نفر شرکت داشتند که میبایست به تصویرهای نگاه کنند و بگویند خطی که در لوح شماره یک میبینند با کدام سه خطی که در لوح شماره دو میبینند هم اندازه است پس آزمایش به این شکل بود که یک لوح ابتدا به افراد نشون داده میشد که یک خط عمودی در آن قرار داشت و بعد لوح دیگری در کنار آن قرار می گرفت و گفته می شود که روی اون لوح دوم سه تا خط کشیده شده بود و با سه اندازه مختلف که یکی از اون سه خط هم اندازه خطی بود که در لوح شماره یک بود و از افراد سوال می کردن که کدام یک از این سه خط A, B, C کدام یک هماندازه قطعی هست که در لوح شماره یک وجود داره این آزمایش رو به این شکل انجام دادن که از این شش شرکت کننده پنج تاشون رو از قبل دیده بودن باشون صحبت کرده بودن و گفته بودن که مثلا از سوال شماره سه شروع کنید به دروغ گفتن و اشتباه گفتن فرزن همشون میدونستن که خط مثلا بی در لوح شماره دو با خط در لوح شماره یک هم اندازه هست ولی باشون هماهنگ شده بود قضیه که وقتی اینو میبینید نگید مثلا خط بی بگید سی باشون هماهنگ کرده بودن پس شش شرکت کننده در این آزمایش وجود داره پنج تاشون رو از قبل دیدن و باهاشون این هماهنگی رو به عمل دا آوردن که دروغ بگن میخواستن ببینن اون یه نفری که از این ماجرا هیچ اطلاعی نداره وقتی که میبینه دیگران جواب سوالی رو اشتباه میدن آیا به اون جوابی که خودش درست میدونه به اون پایبند میمونه یا کم کم تصمیم میگیره که پاسخ اشتباهی رو که بقیه دارن میدن اونم مثل بقیه اشتباه جواب بده تا با دیگران در هماهنگی به سر ببره شما فکر میکنید نتیجه این آزمایش چی بود بعد از چند بار که اون فردی که در جریان داستان نبود مقاومت میکرد و جواب صحیح خودش رو میداد اون خطی که هم اندازه میدید جواب صحیح رو میداد بعد از چند بار که این اسلایدها ها آورده شد و گفت و سوال شد کم کم و این فرد که مورد آزمایش بود رو در بین شش شرکت کننده در نفر پنجم قرار داده بودن چهار نفر قبل از او قرار داشتن اون نفر پنجم بود یه نفرم بعد وقتی که میدید چهار نفر قبلی در حالی که اندازه خط لوح دوم مثلا خط B مثل خط لوح یک هست ولی اون چهار نفر قبلی میگن خط A مثل لوح شماره یک هست او هم شروع کرد به هم شدن با این افراد و این آزمایش نشون داد که ما چقدر تحت تاثیر محیطی که در آن قرار میگیریم قرار داریم همیشه شنیدید میگن که طرز فکر ما آدما معدل طرز فکر پنج نفر از نزدیکان ما هست حالا نمیشه بگیم اینو با آزمایش نشون دادن که مثلا احیانا عدد پنج صرفا یک عدد به دست آمده از پژوهش های تجربی باشد شاید مثلا اینگونه نباشد ولی به طور کلی این حرف حرف درستیه که طرز فکر ما معدل طرز فکر نزدیکترین افرادی که با ما هستند معدل طرز فکر اونهاست پس ما باید خیلی دقت بکنیم که چه افرادی رو در حلقه دوستان و نزدیکان خود قرار میدیم به تدریج طرز فکر اونها بر طرز فکر ما تاثیر میگذاره چرا چون در انسان میل به هم نوار شدن و یک رنگی با جماعت وجود داره همواره آزاداندیشانی که باورها و عقاید مردم جامعه خودشون رو به پرسش گرفتن و نقد کردن مورد اذیت و آزار قرار گرفتن نمونه عینی این مسئله رو ما در اسپینوزا میبینیم اسپینوزا با بررسی علمی متون مقدس یعنی یک بررسی زبان شناختی به این جمعبندی رسید که این متون که ادعا میشه وحی هستند این متون حاصل فکر و اندیشه انسان هستند اینا رو یک انسان نوشته و این که ادعا میشه اینها وحی هست نمیتونه درست باشه خب یک کار علمی انجام داد روی تورات و اینها جامعه یهود اونو از خودش راند مجبور شد در انزوا زندگی کنه چون هیچ کس اجازه نداشت هیچ کس اجازه نداشت باش با حرف بزنه از او چیزی بخره چیزی به او بفروشه و ببینید چقدر شرایط برای یک انسان در یک جامعه سخت میشه که هیچ کسی با انسان حاضر ندار... نباشه گفتگو کنه و اجازه نداشته باشه باهاش خرید و فروشی رو انجام بده و خلاصه علمای دین یهود اونو لحن و نفرین میکردن ولی با همه اینها اسپینوزا با شهامت و دلیری بر سر عقیده خودش باقی ماند گفت من این نظر رو به خاطر مثلا فرض بکنید سوء نیت که پیدا نکردم من رفتم مطالعه علمی کردم اگر مطالعه علمی من اشکالی داره بیاد جواب منو بدید بر سر عقیده و نظر خودش باقیمون تمام فشارها رو تحمل کرد و یکی از ارزنده ترین دیدگاه های فلسفی رو در نهایت به بشریت تقدیم کرد خب فلسفه اسپینوزا نتیجه شهامت فکری فیلسوفی بود که به خودش ترس راه نداد و با شجاعت و دلیری به فعالیت فکری خودش ادامه داد این انسان فرهیخته هرچند در رنج و مشقت زندگی کرد ولی پس نکشید و اندیش ورزی رو بر زندگی بیهوده ترجیح داد خب پس این یک نشانه ای یک نمونه عینی از شخصیتی که در تاریخ به خاطر داشتن شهامت فکری توانست فلسفه خودش رو به بشریت تقدیم بکنه سقراط هم که ما اون را اولین شهید راه تفکر و عقیده میدونیم متهم شد که خدایان زمان خودش رو زیر سوال برده و دادگاه حکم به این داد که ذهن جوانان رو داره آشفته میکنه جوانان رو داره منحرف میکنه و اونها رو نسبت به باورهای مذهبی مردم سست میکنه دادگاه آتن به جرم فاسد کردن جوانان بزرگترین فیلسوف زمان خودش رو به مرگ محکوم کرد تا شاید احیانا سقراط بترسه و طلب بخشش کنه اما سقراط بر سر عقیده خود ماند و هرگز طلب بخشش نکرد تا بزرگترین روسیاهی تاریخ نصیب چند قاضی بیخردی بشه که نابغه زمان خودشون رو با اتهامهای های واهی به چنگال مرگ سپردند سقراط سمبول فضیلت های فکری هست به خصوص شهامت فکری او در مقابل کسانی که هرگز در حد و اندازه و قواره او نبودند سرخم نکرد و محکم از فکر و عقیده خودش دفاع کرد حتی وقتی شاگردانش با پرداخت رشوه به نگهبانان زندان امکان فرار او رو شب قبل از اجرای حکم فراهم کردند از فرار خودداری کرد و گفت که به شاگردانش گفت که فرار کار انسانهای ترسو هست در زندان ماند در روز اجرای حکم جام شوکران رو سرکشید ولی هرگز به خودش ترس راه نداد و حقیقت را قربانی هیچ مسلحتی نکرد به این دلیل هست که امروز بعد از قریب 2500 سال هنوز نام او جاودان است. خب برمیگردیم به بحث خودمون باید همواره این موضوع رو مد نظر قرار بدیم که یادگیری مهارت درست اندیشیدن محدود به فراگیری برخی مهارت ها نیست صرفا مثلا یاد بگیریم که اگه کسی مغالطه کرد ما تشخیص بدیم اگه کسی سوگیری هایی رو داشت ما اونو تشخیص بدیم یاد بگیریم که مثلا تصمیمگیری رو به شکل علمی چگونه انجام بدیم هنر تصمیمگیری رو به دقت یاد بگیریم مهارت درست اندیشیدن خلاصه نمیشه به آموختن این مهارت ها این مهارت ها بخش مهمی از آموزش مهارت درست اندیشیدن هست ولی در کنار این مهارت ها باید یک ویژگی های اخلاقی هم در ما ایجاد بشه که ارز کردم یکی از این ویژگی های اخلاقی شهامت فکری هست هر زمان که از شهامت فکری صحبت به میان میاد ما به یاد ایمانوئل کانت میفتیم وقتی یکی از مجلات آلمانی از کانت به عنوان یکی از فیلسوفان آخر اصر روشنگری درخواست کرد تا با فاصله ای که از اصر روشنگری گرفته شده بود به بازندیشی آن بپردازند و مفهوم آن یعنی مفهوم روشنگری رو توضیح بدن کانت در مقاله ای با عنوان روشنگری چیست به این درخواست جواب داد او دلیری در بکار گرفتن فهم خیش را شعار روشنگری دانست ببینید دلیری در بکار گرفتن فهم خیش گفت آدما گاهی اوقات جرأت نمیکنن فا اون چیزی رو که میفهمن اونو در واقع ابراز بکنن گفت شعار روشنگری اینه که ما در بکار گرفتن فهم خود شجاعت لازم رو داشته باشیم ایمانوئل کانت به زیبایی بر اهمیت شهامت فکری و البته استقلال فکری در آن مقاله تاکید کرد کانت روشنگری را خروج آدمی از نابالغی فکریش دانست خروج آدمی از نابالغی فکری و نابالغی را نتیجه ناتوانی در بکار گرفتن فهم خیش بدون هدایت دیگری دانست انسانی که نمیتونه فهم خودش رو به کار بگیره و محتاج هدایت این و آن هست به زم و نظر کانت فردی نابالغ است و کانت میگه روشنگری یعنی خروج آدمی از این نابالغی انگیزه ما هدف ما از این دوره آموزشی از این ویدیوهایی که خدمت شما تقدیم میکنیم این هستش که هر انسانی باید مهارت درست فکر کردن شیوه درست اندیشیدن رو خودش یاد بگیره تا کسی برای ما فکر نکنه خودمون ابزار رو در اختیار بگیریم و بعد بریم به درباره هر موضوعی که علاقمند هستیم و لازم میدونیم خودمان فکر بکنیم نیازمند هدایت کسی نباشیم کانت بر این نکته تاکید داشت که مادامی که ما در بکار گرفتن فهم خود محتاج هدایت و ارشاد دیگری هستیم و دیگری هادی ماست و ما رو راه میبره ما هنوز به مرحله روشن اندیشی نرسیدیم مقصود کانت این نیست که نباید از فکر و اندیشه دیگران البته بهره ببریم نه بلکه میخواد بگه در حل مشکلات خود باید تنها بر فهم خود متکی باشیم چون هر گاه انسان نیازمند هدایت دیگری بوده کلاه سرش گذاشتن فریبش دادن هر کسی باید خودش بتواند فهم خودش رو به کار بگیره پس ما باید در حل مشکلاتمون بر فهم خودمون متکی باشیم در اینجا کانت به یکی دیگر از فضیلت های فکری اشاره میکنه و آن استقلال فکری است که در ادامه برنامه هایی که خدمت شما ارائه میکنیم در ویدیوی مجزا استقلال فکری رو خدمت شما توضیح خواهم داد پس کانت میگه اگر ما در فهم در پیدا کردن راه حل برای مشکلات خودمون نتونیم از فهم خودمون استفاده کنیم و محتاج هدایت و راهنمایی دیگران باشیم هنوز به بلوغ فکری نرسیدیم پس به خود متکی بودن یکی از ارکان فلسفه کانت هست کانت نابالغی فکری انسان رو میگه به تقصیر خیشتن این هم مسئله مهمیه به تقصیر خیشتن میدونه و تصریح میکنه این به تقصیر خیشتن این نابالغی وقتی که علت آن نکم بود فهم بلکه نداشتن اراده و دلیری در بکار گرفتن فهم باشه یعنی بحث این نیست که طرف آیا فهمشو داره یا نداره اگه فهمش هم داشته باشه رو نداره کانت میره سراغ شهامت فکری بحث رو به این شکل مطرح میکنه که میگه مسئله اینه که ما این هست که اراده و دلیری و جسارت لازم رو نداریم که فهم خودمون رو به کار بگیریم و به این دلیل خودمون رو در وضعیت نابالغی فکری قرار میدیم البته باید به این مسئله هم توجه داشته باشیم که در کنار این دلیری و شهامت باید مهارت هم در ما ایجاد بشه چیزی که ما در این ویدیوها دنبال میکنیم اینه که صرفا مسئله این نیست که کسی شهامت فکری پیدا بکنه باید مهارت رو هم در این حال پیدا بکنه تا بتونه به خودش و به فکر و اندیشش اعتماد بکنه بگه من این کار رو یاد گرفتم آموختم و خودم میتونم فکر بکنم وگر نه اگه کسی مثلا شنا کردن بلد نباشه اینکه ما اونو بهش دلیری و جسارت بدیم قوت قلب بدیم که به پرتوی آب خب حالا ممکنه تحت تاثیر ما این اه شهامت رو پیدا کرد و پرید داخل آب باید وقتی که در آب قرار گرفت بتونه شنا کنه مسئله به داشتن شهامت محدود نمیشه باید در کنار شهامت مهارت هم باشه و هر کسی باید بتونه خودش فکر بکنه مسئله اینه که اگه ما متکی به دیگری باشیم معلوم نیست که سر ما کلاه نگذارن مشکلی که وجود داره که کانت هم میگه این به تقصیر خیشتن خیش هست مسئله اینه که در انسان به طور طبیعی میل به همنوار شدن با دیگران وجود داره از زمانی که انسان زندگی غارنشینی داشته بعد زندگی قبیله ای داشته همیشه سعی کرده متناسب با نرم های جامعه خودش زندگی بکنه چون زیر سوال بردن اونها منجر به این میشده که از گروه اونو بیرونش بکنن اگه حالا اونو از بین نبرن حداقلش حد این بوده که اخراجش بکنن از اون کامیونیتی از اون جامعه و برای اینکه این اتفاق براش نیفته در طول تاریخ انسان در همنوایی با جامعه خود عادت کرده که زندگی بکنه البته شهامت فکری بحثش این هست که در جوامع مختلف باید به شیوه های مختلفی بهش نگاه بشه ببینید در جوامعی که آزادی عقیده وجود داره این موضوع و این مسئله خیلی متفاوت هست با جوامعی که در آنها آزادی عقیده به رسمیت شناخته نمیشه بسیار این مسئله ها اهمیت در جوامع سنتی دنبال رو نبودن و احتراز از قبول باورهای رایج ممکنه به قیمت جان انسان تمام بشه صرفا بحث ترد شدن از گروه یا تمسخر و استهزا نیست در چنین جوامعی قبول نداشتن باورهای مثلا دینی ممکنه به قیمت جان انسان تمام بشه پس یک بعد بحث ما این هستش که در چه جامعه ای زندگی می کنیم و چقدر سنجشگری و اندیشیدن می تونه برای ما مسئله ساز باشه ریچارد پال و لیندا الدر در مقابل شهامت فکری میان یک متضادی قرار میدن به نام بزدلی فکری میگن که کسانی که این فضیلت رو ندارن به, به نسبتی که آدمای ترسویی هستن در آنها به جای اینکه شهامت فکری وجود داشته باشه بزدلی فکری وجود داره به صورت دوتا تا متضاد ولی ما در این بحثی که خدمت شما ارائه می کنیم همونطور که ملاحظه می بر روی یک محور این فضیلت رو سعی می کنیم توضیح بدیم روی یک محور صفر تا صد که شهامت فکری حد وسط طلایی اونه پس می بینید که اگر شهامت فکری به اندازه صفر باشه اونو بزدلی فکری می نامیم که طرف اصلا هیچ شهامت و جسارتی نداشته باشه ولی اگر به سمت افراط بره و بیش از حد لازم باشه بخصوص در جوامع سنتی که عرض کردم میتواند برای انسان پیامدهای ناگواری داشته باشه که باید انسان عاقل این ملاحظات رو هم در عین حال داشته باشه و خودش رو به قول معروف نفله نکنه اگر از حد خودش از حد متعارف خودش به سمت صد حرکت بکنه که به آن بیپروایی یا کل شقی میتونیم بگیم اگه به اون حد هم برسه باز یک فضیلت فکری حساب نمیشه حد تعادل اینجا مطرحه پس مدلی که ما این مسئله رو خدمت شما توضیح میدیم این تفاوت رو با مدل پال و الدر از این جهت داره که اونا به شکل متضاد میبینند در مقابل شهامت فکری بزدلی فکری رو قرار میدن ولی ما در بحث پیرامون این فضیلت فکری به روش عرستویی که بر اساس اعتدال هست اعتدال در اخلاق بر اون اساس میگیم که شهامت فکری حد وسط طلایی بین بزدلی فکری و بیپروایی هست در این حال شما رو دعوت به بیپروایی و نترسی در اندازه ای که ممکنه شما رو از بین ببرند به اون حد و اندازه دعوت نمی کنی. خب اینجا بحث یه مقدار حساس میشه گروهی میگن نه ما باید همان مثلا سقرات رو ازش استفاده بکنیم اون رو سمبل کار خود قرار بدیم خب دیدید سقرات بر سر عقیدش موند نظرش رو عوض نکرد و جانش رو در این راه فدا کرد از طرفی ما اسپینوزا رو داریم رنج ترک شدن از جامعه رو تحمل کرد تا بتواند فلسفه خودش رو به بشریت معرفی کنه خب باید ببینه انسان متفکر تا چه اندازه ارزشش رو داره تا شهامت فکری رو به کار بگیره ما در نقطه مقابل سقرات و اسپینوزا برتراند راسل رو هم داریم راسل معروفه که می گفت من حاضر نیستم در راه عقیدم کشته بشم چون شاید عقیدم اشتباه باشه ببینید افراد مختلف در واقع به شیوه های گوناگونی به این مسئله پاسخ دادند بس اینه که هر کسی باید ببینه شرایط و وضعیت خودش به چه ترتیبی هست از یه طرف سقرات به اون شکل عمل میکنه از یه طرف میبینید که برتران راسل این جمله رو میگه تشخیص حدود شهامت فکری تا جایی که ما دوچار این افراد و تفرید نشیم همانطور که در اسلاید قبلی نشون دادم خدمتون ببینید یه افراد وجود داره یه تفرید تفریدش اینه که ما یک انسان بزدل بشیم از نظر فکری افراتش اینه که ما به سمت کل شقی بریم به سمت بیپروایی بریم و بی ملاحظه کار کردن و خود را نفله کردن شاید اون آن کار هم کاری اقلانی و منطقی نباشه هر کسی باید خودش تشخیص بده که کدام مسیر رو انتخاب بکنه مفیدتره برای خودش و جامعهش و به این ترتیب این مسئله رو باید هر کسی خودش حل بکنه داستان دردناک زندگی گالیله نیز نشان داد که چگونه خردمندان عالم همواره تحت فشار و تهدید نابخردان و فرومایگان قرار داشتند و هنوز هم دارند پس از اینکه گالیله با آزمایش و مشاهده بر نظریه کوپرنیک صحه گذاشت که زمین مرکز عالم نیست و به دور خورشید میچرخه کشیشانی که, که این دیدگاه رو بر خلاف نص سریح کتاب مقدس خودشون میدیدن حکم حکم به ارتداد او دادند. کاردینال های محکمه تفتیش عقاید در 22 جوان 1633 رأی خودشون رو به این ترتیب اعلام کردند که گالیله شما از سوی این مرجع مقدس مزنون به کفر هستید زیرا به عقایدی متوسل شده اید که با متون مقدس منافات داره شما به این اعتقاد باطل رسیده اید که خورشید ثابت است و زمین از مشرق به سوی مغرب حرکت می کند با اینکه زمین در مرکز کائنات یا اینکه زمین در مرکز کائنات قرار ندارد. نداره, نداره. چگونه بندگان خداوند می توانند به نظری معتقد شوند که با احکام مقدس آسمانی در تضاد است هر جا نظریه ای با احکام الهی مغایر باشد لاجرم باید در آن نظریه تردید کرد و شائبه کفر و فساد را از آنها زدود خب این حکم ادامه پیدا میکنه و در انتهاش گفته میشه که گالیله شما از فیض الهی محروم شده اید و به اشد مجازات که مرگ هست محکوم خواهید شد سرانجام گالیله که اتفاقا مسیحی معتقدی هم بود مجبور شد در دادگاه تفتیش عقاید نظرات خودش رو پس بگیره ببینید این هم روی کرده گالیله با, ما با این مسئله دید اینا اینقدر نفهمن گفت که خب اوکی من حرفمو پس میگیرم دیدگاه علمی خودش رو به دلیل مغایرت با باورهای دینی در ظاهر کنار گذاشت به دادگاه رفت گفت با هدایت عالی جنابان و طلب مغفرت از درگاه پروردگار آشکارا میگویم این نظر که خورشید ثابت است و زمین به دور آن میچرخد نظری سخیف و باطل است که هرگز نباید جایی در در جای این مسائل تدریس و اشاعه شود من براعت ابدی خود را از این نظریه اعلام می کنم ببینید همیشه در طول تاریخ افراد رو وادار به اعترافات اجباری کردن حقیقت روشن این است اینو گالیله در اعترافاتش میگه جایی که مجبورش کردن حقیقت روشن این است که زمین مسطح و ثابت است داره درست بر خلاف آزمایش هایی که کرده و مشاهداتی که به صورت علمی داشته داره درست بر خلاف اونا صحبت میکنه این خورشید و ستارگان هستند که پیوسته دور زمین میچرخند در برابر شما اعلام میکنم که اینک به بطلان و نادرستی عقاید پیشین خود واقف شده هم و نور ایمان قلبم تابیده است اکنون هر حکم و جزایی که برای من تعیین کنید با میل و رغبت خواهم پذیرفت خب اعترافات او سبب شد که از کشتنش دست کشیدن صرف نظر کردند و او را در تا آخر عمر البته در حصر خانگی نگه داشتن حدود 400 سال بعد در سال 1992 ژان پل دوم این رسوایی محاکمه گالیله را سوء تفاهمی دردناک در تاریخ مسیحیت دانست ببینید 400 سال بعد ژان پل دوم در سال 1992 آمد و محاکمه گالیله را سوء تفاهمی دردناک در تاریخ مسیحیت دانست که از تقابل دانایی و ایمان زاده شد و در فوریه 2009 واتیکان مراسمی رسمی برای بزرگداشت گالیله برگزار کرد و خب ببینید اینجا هم این داستان رو گفتم که هم تاریخ به تاریخ بخشی از تاریخچه تفکر و اندیشه هست بخشی از تاریخچه تفکر نقادانه است و روی کردی که به هر حال گالیله اتخاذ کرد کل شقی نکرد وقتی که دید اینها نمیفهمند گذاشت که جامعه به رشد فکری بیشتری برسه تا در زمان خودش این مسئله رو بپذیره روی کرد افراد در قبال این مسئله همونطور که عرض کردم متفاوته یکی مثل سقرات یا اسپینوزا سر حرف خود باقی میماند یکی مثل راسل میگه من حاضر نیستم به خاطر عقیدم جانم رو از دست بدم از کجا معلوم که عقیده من اشتباه باشه شک میکنه به درستی عقیده خودش و از طرفی گالیله رو میبینید که این داستان و این ماجرا رو داشته نکته ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که اکثر افراد باورها و عقاید خودشون رو بدون اینکه مورد سنجشگری قرار داده باشن به صرف تعلق به یک جامعه و محیط قبول میکنن لازمه به خودمون گوشزد کنیم که چه بسا باورهای پذیرفته شده در جامعه ما نادرست باشه و باورهای دیگران که ما اونها رو نسنجیده باطل میدونیم به حقیقت نزدیکتر باشه پس ما باید شهامت داشته باشیم تا باورهای جامعه خودمون رو به شکل نقادانه مورد بررسی قرار بدیم انسان به طور طبیعی به دنبال به دست آوردن تایید و حمایت گروه خودشه و همانطور که عرض کردم از بیرون رانده شدن از قبیله خود همواره در حراس بوده این ترس همیشه با انسان بوده و علت اینکه ما میل به هم نوار شدن به کانفورمیتی داریم از همین جا هست در تفکر نقادانه به سراحت در این باره صحبت میشه و متفکر واقعی رو کسی میدانند که باورهای جامعه خودش را مورد سنجشگری قرار میده به خصوص اون باورهایی که برای جامعه خیلی عزیز و گرامی هست برای انسان متفکر محبوبیت یا عدم محبوبیت باور و عقیده ای سبب نمیشه تا اون رو مورد سنجش قرار نده مثلا بگی چون چندین میلیون آدم به این نظر به این باور هستند پس بهتره که من در این زمینه کاری انجام ندم اینو لازم نیست مورد بررسی قرار بدیم اینا ناراحت میشن انسان متفکر از اینکه به خاطر عدم پذیرش کورکورانه باورها و عقاید یک جامعه به وسیله دیگران ترد بشه یا مورد آزار و اذیت قرار بگیره عراسی به خودش راه نمیده مبنا و سنجه او برای قبول باور و عقیده ای این هستش که همان چیزی که در گفتارهای قبلی خدمتون ارز کردم Confidence in Reason این هستش که دلائل و شواهد قابل قبولی برای آن وجود داشته باشه وقتی میخوایم دیدگاه های مختلف رو با هم مقایسه کنیم شهامت فکری به ما کمک میکنه این کار رو منصفانه و بدون حب و بغز انجام بدیم اینجا میشه این سوال رو مطرح کرد که شما چقدر برای زیر سوال بردن باورهای رایج جامعه خودتون شهامت و جسارت لازم رو دارید باورهایی که در کودکی به ما القا شد زمانی که قدرت تشخیص مناسبی نداشتیم آیا جرأت دست کشیدن از این باورها رو داریم آیا جرأت و شهامت قرار گرفتن در مقابل اکثریت رو داریم؟ چقدر اساسا ما اهل دنبال روی و هم نوا شدن با دیگران هستیم؟ همون عبارتی که قبلا به کار بردم که خیلی هم مشهور هست که میگوید خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو شما چقدر این نظر رو اساسا قبول دارید و بر اساس اون زندگی میکنید و عمل میکنید؟ باید این آمادگی رو داشته باشیم تا ایده ها و باورهایی رو که مدت ها اونا رو درست می مورد بررسی مجدد قرار بدیم و اگر پس از بررسی و سنجشگری متوجه شدیم این عقاید و نظرات با دانش جدیدی که ما کسب کردیم و با قدرت فکری که پیدا کردیم منطقی و قابل دفاع نیستند بتونیم با شهامت این باورها رو کنار بگذاریم این کار جرأت و جسارت میخواد بخصوص اگر در جامعه زندگی میکنیم که دست کشیدن از باورهای رایج آن ممکنه برای انسان عواقب ناگواری رو به همراه داشته باشه انجام این کار یعنی دست کشیدن از باورهایی که سالها به اون معتقد بودیم به هیچ عنوان کار ساده ای نیست چون هم به آن بهشون عادت کردیم و به قول معروف میگویند ترک عادت موجب مرض است و دیگر اینکه به قول برتراند راسل دوباره میگیم که چگونه انسان میتواند به تاولهای پاهاش بگه که تمام مسیری که آمده اشتباه بوده راسل میگه به خاطر این موضوع یعنی اینکه انسان به سادگی نمیتونه به تاولهای پاهاش بگه تمام مسیری که آمده اشتباه بوده انسان به خاطر همین موضوع بر اشتباهات خودش اصرار میورزد از توجه شما به این برنامه کمال تشکر رو دارم امیدوارم که از این بحث استفاده لازم رو برده باشید و در گفتاری دیگر به دیگر انواع فضیلت های فکری به توضیح آنها خواهیم پرداخت تا دیداری دیگر بدرود